هزار و یک شب. چون شب 421 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، بازرگان زادگان او را به بیرون رفتن به سوی بازار ترغیب کردند. علی مصری نیز با ایشان موافقت کرد و از خانه به در آمد. ایشان به او گفتند از تر خود سوار شو تا به فلان باغ رویم و در آنجا تفرج کنیم که حزن و اندوه تو برود. علی مصری با از تر خود سوار شد و غلام خود را برداشته با ایشان به سوی همان باغ رفتند. چون به باغ اندر آمدند، یکی از ایشان چاشت مهیا کرده به باغ بیاورد. چاشت بخوردند و انبساط کردند و آن روز تا شام به حدیث گفتن بنشستند. پس از آن سوار گشته هر یک به سوی منزل خود بازگشتند و آن شب را به روز آوردند. چون بامداد شد، یاران به سوی او بیامدند و به او گفتند برخیز تا به فلان باغ که از باغ نخستین بهتر و نکوتر است بروی. علی مصری سوار شد و با ایشان به سوی باغی که قصد کرده بودند برفت. چون به باغ اندر شدند، یکی از ایشان چاشت به سوی باغ بیاورد و شراب نیز حاضر کرد. پس خوردنی بخوردند، آنگاه شراب بنهادند. علی با ایشان گفت این چه چیز است؟ ایشان گفتند این چیزی است که اندوه ببرد و نشاط بیاورد و پیوسته شراب را از برای او تحسین کردند تا اینکه او را به میگساری رغبت افتاد و با ایشان باده بنوشید و آن روز را تا هنگام شام به میگساری و لهو و لعب به سر بردند. پس از آن به منزل‌های خیشتن بازگشتند، ولیکن علی مصری را از شراب حالت دیگر روی داده بود. چون علی مصری به آن حالت به نزد زن خود بیامد، زن به او گفت چون است که تو را دگرگون می‌بینم؟ علی مصری گفت امروز با یاران خود در تفرج و انبساط بودیم. پاره ای از یاران شراب بیاوردند، من با ایشان شراب خوردم و این حالت مرا روی داد. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.